جهانی، شرمنده ببخشی معطل شدین. میگم که من خیلی دوست داشتم از صحبت‌های شما کسب فیض کنم، ولی متأسفانه یه جلسه خیلی مهمی پیش اومده، من بعد از حضورت مرخص شم. اگر صحبتتون زیاد طول نمی‌کشه من در خدمتتون هستم، و الا باشه برای یه وقت دیگه، چون هر کدوم از صحبت‌های شما برای من درس زندگی و تجربه است. دوست ندارم سرسری گفته شه و توی وجودم تهنشین نشه. اشکال نداره پسرم، من عجله‌ای ندارم، من فقط دارم دفترچه بیمه رو بگیرم که اونم الان زوده، میخوام اونجا علاف شم. خب میمونم همینجا تا برگردی. فقط یه خواهش دارم، لطف کن بگو بچه‌ها اینجا رو تمیز کنن، یه چایی هم به ما بدن. همین. میگم که اینجوری بعد بیشتر شرمنده میشم، چون خیلی معطل میشین. چون من رفتنم با خودم و اومدنم با خداست. آخه قربونت برم، ما هنوز حرفمون نزدیم. میری بالاخره آخر وقت برمیگردی، زبونم را روم به دیوار نمیخوای که بری زیر ماشین. آقای جهانی، من نگرانی شما در رابطه با نگار کاملا درک میکنم. به هر حال شما پدرشین، دلسوزشین. با اینکه من خودم تو بچگی پدر مادرم از دست دادم، ولی میدونم پدر یه چیز دیگه است. خون پدر تو رگای آدمه. باور کنین هنوزم که هنوزه یه جایی فکر میکنم پدرم همراهمه، نگرانمه. برای همین نگرانی شما رو نسبت به نگار کاملا درک میکنم. اصلا برای همینم از هر شرطی شما گذاشتین من قبول کردم، هر کاری گفتین من انجام دادم. ولی اگر شما پدر نگار نبودین که من این همه خودم با آب آتیش نمیزدم. ببین آقای جهانی، شاید من به اندازه شما نگار دوست نداشته باشم، ولی کمترم نیست. من قول میدم برای نگار تو زندگی چیزی کم نذارم. آقای جهانی من میتونم برم؟ برو کار درست باید، برو، حق با توه. یادت نره به چی گفتم؟ چیزی به من نگفتی آقا؟ نگفتم؟ ببین پدر زنم داره میاد که بره، مطلقا نمیزد سلام. از آسانسور برو، از پله. چطوری؟ فقط از پله، من نمیدونم. آقا از اونجا نه، از این ور. چرا؟ چی میگی تو؟ نفر اینجا میمیده این هر روز. اینجا توی شرکت چه خبره؟ پامو از اینجا بیرون نمیذارم. پس این خواهرزاده کور نشده ای من کجاست؟ چرا نمیاد؟ برای چی شلوغش میکنه خانم؟ با داد و بیداد که چیزی حل نمیشه. چرا حل میشه؟ من خودم حلش میکنم. یا همین الان میگین جیرینگی پول منو بریزن به حساب، یا اینکه همینجا همزمان هم تحصیل قضا میکنم هم اعتصاب میکنم. الان دو تا کارو با هم اینجا چجوری انجام میدی؟ تو مگه میدونی توان من چقده؟ من هر دو کارو میتونم با هم انجام بدم. بله، بعدش هم یه دونه فیلم سلفی اینجا میگیرم و پخش میکنم تو شبکه‌های اجتماعی تا همه بدونن شما چقدر کلاهبرداری. ای بابا خانمی، کارا برای چی؟ حل میشه، دورتون بگردم. ها همین دیگه. من نمیدونم چرا همه فکر میکنن من شیرفلکم، میخوان دورم بزنن. من خودم هر شب تو اخبار دور میزنم، هر روز یه شرکت کلاهبرداری دستش رو میشه عین شماها، که همینجوری ایما و ما میکنه، پول سهامداراشو میخوره. خانم توی شرکت پول همه رو به موقع میدن. خاله جون، اینجا گذاشتی رو سرتون یکم آرومتر؟ آره، یعنی چی آرومتر؟ مگه من مثل تو پپه و حلوا ساده و خوشباورم؟ ها؟ مگه تو خواهرزاده من نیستی؟ خب چرا، مگه چی شده؟ من از منشی بشنام که به من پول نمیدن؟ کی گفته پول نمیدن؟ یعنی داره دروغ میگه؟ من نمیگم دروغ، یه شد یه اشتباهی شده خاله جون. آقا منم همینو بهشون گفتم. شما ساکت باش. خب بگو پول بدن. خب باشه بده، همین الان من تا قرار آخر میگم پول بدم بهت. همینجا. همینجا بگو. حالا چیکار کنم؟ آره خاله، اینجا. خاله چه خبر؟ قربونت برم. پول. خاله چه خبره خاله؟ بگو. بابا بیا بریم بالا، خاله بهت پول میدم، تمام پول تو بهت میدم. خواهش میکنم. خاله جون من، خواهش میکنم. خدا. آقا من دهنم قرصه آقا. همین شرکت میدونه من دهنم قرصه. از بچگی دهنم قرصه. قرصه. قرطش بده یه موقع خفه نشی. ببرو سر کار تو شما. خاله از این من نه، از پله نه، آسانسور بده. من تو قفس قلبم میگیره. هواکش داره. هواکش گیر داشت، گیرش رو رفت کردم. درستش کرده، بفرم. بری سر کار تو. بفرمایید. برو سر کار بابا. هواکش. یه بار گفتی گفتم باشه. چه؟ خاله بیا. من نمیتونم حالا برم. خاله جونم، خاله. قلبم میگیره. خاله جونم، چطور بگیرم خاله؟ بیا سر جونم، رسیدیم. خاله جونم. جانم فقط خواستم راهنمایی تو. نمیخواد راهنمایی. کاری دادی؟
بگو انجام بدم، نداری برو کارت بره. چش بفهم. فقط بلد این آدم رو پرس کنی. با پکی هی اومدم حرف میزنی تا الان. خاله این چه کاریه میکنی خاله؟ خب یه زنگ میزدی من بعد را میافتادی میادی اینجا. نیست بر به زنگ زدم، مثل آدم که جواب آدمو نمیدی. خاله من تو جلسه بودم. خاله جون اصلا سود شما تمام و کمال تا چند دقیقه دیگه تو حسابتونه، خوبه؟ وای قلبم گرفت، پس کی میرسه این قوطی کبریت؟ دو تا نفس راحت بکشیم میرسیم. بابا این تو اصلا دم و بازدم آدم نمیتونه داشته باشه، چه بسه به نفس راحت. الان میافتم منقرض میشم، وقت تو جواب قادرمو میخوای بدی؟ خدا نکنه خاله خیالت راحت بشه. من تو پول تو حسابم نباشه خیالم راحت نمیشه. بالاخره اینجا بریم بیرون خیالتون راحت میشه یا پولتون بیاد تو حساب خیالتون راحت میشه؟ وقتی من قلبم بگیره پول به چه دردم میخوره ها؟ اول بعد اینجا بریم بیرون بعد تو حسابم باشه. باشه رسید خانم. خاله خوبی؟ خوبی؟ من با این برنامه گردم. باشه خانم نوکر. من رو باهم برنامه. باش فقط ساکت خواهش می‌کنم. باشه باشه. سلام. باشه همینجا وایس خانم. زنده خونم افتاده با این کارت من دست شما سید. سلام جس. نه. این شماره حساب متانت زکومت رو دارید دیگاره؟ خب ببین حسابش چقدر، از همین کارت واریز کنیم برش. حساب این ماهی همه رو شما میخوام پرداخت کنم اگه خواستا. شما کارتون که تموم شد تشریف بیاریم منزل ما، دفتر حساب کتابا رو بدم یه نگاه بهش بندازید. باشه چشم. چی شد؟ سلام. خوبی؟ خوبه؟ چطوری؟ خوبه؟ خب این دختر شرکتمونه. نه بابا. ببخشید. مصدی اوقات شریف شدم. میبخشید. باشه. بفرم آب میل کن. پول چی شد؟ پول؟ داره واریز میکنه خاله. با دینگش نایمه. خاله با کامپیوتر با این دستگاه که نی؟ اینا چیه؟ نگاه کن سر تا پای آدم چرختی کثیف میکنه. کجا میری؟ تا پولم رو ندی نمیذارم. شنیدی؟ کجا میری؟ کارت داره کارت داره شما. یه چی خاله؟ دینگش نیمد؟ سر کلاسی ناصدق بد جوریگه ها، دیر برسم غیبت بد میکنه. بابا من 6 ماه حبس بودم دلم واسه نه مسافرت بودم دلم واسه اینا تنگ شده. آقا کجا رو تری کلاس غیبت میخوری؟ داره شکر تکیه یه چایی و یه دونه کیک به ما بده. میدیا برم اگه بهت بگم که اصلا اونوان برگردی بری سر کلاس. شوخی میکنی جون من، کار پیدا کردی؟ محمدتان قرار شد بیاد خواستگاری. فکر کن دوباره با هم ازدواج میکنی. چیه؟ خوشحال نشدی؟ خاله متانت بیاد خواستگاری چی بگه؟ تو خواستگاری چی میگم؟ میگم ما یه پسری داریم که خیلی خاطر دخترتونو میخواد. آها کارش هم اینه. ای کاش اول کار پیدا میکردی بعد خاله رو میفرستادی برای خواستگاری. اگه قرار بود بابای من بگه بله که مونچه دستمو نمیگه بله طلاقمو بگیره. ببین من بابام بهتر از تو میشناسم، عمرن زیر حرفش بزنه، مخصوصا بعد از اون تصادف که اصلا هم دل خوشی از تو نداره. میشه شما بگی ما چیکار کنیم که بابات یه دل خوشی هم داشته باشه؟ یه کار پیدا کن، یه کار پیدا کن. من بتونم بگم یه قادر با اون قادر که شما دیدین فرق میکنه. افسانه، من اگه بدم کل خونه بدنمو بکشن یه گروه خونه دیگه تون تزریق کنن و بابای تو دیگه این قادر با اون قادر هیچ فرقی. آها الان میخوای بگی خواستگاری چی بگی؟ ببین اصلا متوجه نیستی، من باید بیام یه بله ازشون بگیرم که شر اون خواستگار رو از سر تو کم کنم، بعد قول میدم هر کاری تو بگی من بکنم. آها مثل جل گواهی نامه. کجا داری میری؟ آقا من یه غلطی کردم، از اصل افتادم، شما دیگه ما رو از اصل و بصل و نسب نندازین. من هر کاری میکنم افسانه، میرم اصلا پارکمان وای میسم، میرم صبح تا شب تو کارواش جون میکنم، اصلا بیا میام دم دانشگاهتون کتاب میفروشم. خوبه؟ ببین یه کار ثابت، یه کاری که به چشم بابام بیاد. تو ثابت کن که کار ثابت هست، من میرم کار ثابت میکنم. کو کار ثابت؟ رئیس جمهور 4 سال سر کاره، اگه خیلی خوب کار کنی 4 سال دیگه هم میمونه سر کار، بعدش دیگه بیکار میشه. بعد تو چه توقعی هم من داری؟ وای وقتی خودتو اینطوری توجیه میکنی ها، دلم میخواد کلمو بکوبم به این دیوار. نه من شوخی نمیکنم. منم شوخی نمیکنم. بابای تو به من 5 ماه وقت داده بود، از اون 5 ماه 2 ماه و 5 روزش مونده، من تو همین 2 ماه و 5 روز قول میدم که بهترین کار رو پیدا کنم. این بالا زیاد داری. شمردی تا الان چند تا کار عوض کردی؟ 5 تا 7 تا نه
بابا اصلا بگو 15 تا بعد شوهرت همه فرحریفه. ببین من دارم با جدی حرف میزنم و منم دارم جدی حرف میزنم. من نهایتش آقا میرم یه رو به حمید میزنم، میگم دست منو تو شرکتش بند کنه. ناصلاحتی من فوق دیپلم دارم، میدونی یعنی چی؟ ببین من هرچی حرف میزنم و تو حرف خودتو میزنی، من میرم. خداحافظ. برای چی؟ کجا میری؟ نکنه خیلی ممنون. میشه این چایی رو برام نگهداری فردا اومدم گرمش کنی چون سرد شد؟ دست در نکنه، فقط یه قلوفشی میشه بخورم حالی که نگه میداری؟ نه خیلی سرد، میگرد سو برای فردا. هیکل تک هنوز نایمده به حسابا، اگه می اومد از اون ور دینگ میکرد، از این برم که می اومد تو حساب باز دینگ میکرد. خاله جون قربونت برم، چای کیسه ای هم دو دقیقه بعد بمونه تا رنگ بگیره. اومد 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 اینا. دیگه گفتم خیالتون راحت، آره. خودتون ناراحت نکنید. نه خودم که ناراحت نم. اگه تو نگران ناراحتی منی، میگم که واسه قادر منم یه کاری پیدا کن تو این شرکت دیگه. این هم آدم اینجا دارن کار میکنن، حقوق میگیرن سر برش. خب قادر منم یکی از اونا، مگه بچه من چی کم داره ها؟ خاله جون قادر شانسش خوبه، ان شاءالله یه کار خوب گیرش میاد. آره یه بار شانس آورد گردنش رگ به رگ شد، هنوزم قلنجش روشه. من از تو خواستم واسش کار پیدا کنی. حالا من که دفعه قبل آوردمش سر کار. خره واسه خوشی نمیبرن عروسی که، واسه هیزم کشی میبرن. بردی نشونجیش پشت فرمون که اون تصادف و ماجرا. حالا من نمیدونم چرا شما منو میبینین یاد تصادف قادر میافتم. پس یاد فلسفه بغرات میافتم. خب این چی میشه بچه منم بیاری سر کار؟ چی ازت کم میشه ها؟ حالا ببخشید بهتون بر نخوره، قادر بلد نیست دکمه پیرهنش رو ببنده. تو خودت مگه بچه بودی چی داشتی؟ تیپ داشتی؟ قیافه داشتی؟ چی بود بعد تقریب توقی خورد باز خودت کسی شدی؟ منم الان توقع زیادی ندارم که بگم هر دقل بشه یه آدمی مخد مثل تو. چشم خاله سیام میکنم. باش خدا حافظ. راستی قادر ازم خواست که دوباره برم خواستگاری افسانه. بهش گفتم آقا بهشاد محال قبول کنه، ولی دیگه وایستاد هی از و جز کردن که من بابا ندارم، بابا ندارم، بچه یتیمم. منم دیگه دلم سوخت، دیگه دلم ریش رو بازم. کار خوبی کردی خاله. گفتم اگه بخوایم بریم تو هم بابا میریم. کار بدی کردی خاله. چرا سختت خاله؟ خاله من کلی کاره عروسی مونده، با نگار قرار گذاشتیم بریم برای تالار هماهنگی و چک بکشم، ایوه کاره شرکت. آها یعنی نمیای؟ خاله آخه بهتون بگم آره بدقول میشم، خاله رو من حساب باز نکن. اگه بخوام حساب باز کنم که میرم بانک باز میکنم. گفتم بابا نداره تو بلند میشی بزرگترش میاد. ای خدا سلام آقای غضنفری، خیر باشه؟ من که چک نداشتم برگشت بخوره. نه قربان، شما که چکتون برگشت نمیخوره. فقط خواستم اطلاع بدم خانم دنیا مفاخری، دختر آقای مفاخری، تشریف آوردن اینجا، یه چک درشتم آوردن و میخوان تقریبا تمام وجودی رو بگیرن. بله آقا در جریان هستم، اشکالی نداره. البته همه چیز درسته، ما هم در حال پرداختیم، فقط گفتم که شاید بهتر باشه در جریان باشید. بله لطف کرد، خداحافظ.
صداش نکنیم، یه مترش کنیم. بدونت. برو قشنگ بگی. دقیق بگیری یا دقیق. برو برو. خوبه؟ کم نگیری یا میزون و میزون. بکش متر بالا، بکش بالا. آها، چند متر؟ خیلی. چند متر صداش کنیم؟ باید نرس کنی میگه آقای مفاخری؟ من یکی آشناهاشون هستم. آشناهاشون هستی؟ ده خانم مفاخری؟ خانم مفاخری؟ سلام خانم مفاخری. تنظیم نامه عدم نیاز برای من کار سختی بود آقای خواستار، ولی من ترجیح دادم با شما رو راست باشم. بالاخره شما یکی از سهامدارا و اعضای مهم شرکت هستیم، حق داریم بدونین که شرکت از عهده حقوق کارمندا بر نمیاد. متاسفانه من دورا بیشتر نداشتم، یا باید عذر شما رو می‌خواستم یا نصفی از کارمندا رو اخراج می‌کردم که در اون صورت حتما اونا سر صدا می‌کردن. این سر صدا به گوش سهامدارا می‌رسید و می‌اومدن سرمایه‌هاشون از شرکت پس می‌گرفتن. منم باید اعلام ورشکستگی می‌کردم. فکر نمی‌کنم این قضیه برای من و شما خوشایند باشه. مخصوصاً که یکی از سهامدارا پدر دختری که شما قرار باشه ازدواج کنید. خانم مفاخری الانم خیلی فرق نمی‌کنه. بالاخره اونا میفهمن دیگه، یکم دیرتر. ولی حس من میگه که این ما همه چی درست میشه. بار که برسه از سودش خیلی از شاله شوله هامون پر میشه، بعدش هم همه چی برمیگرده به شکل اولش. خانم مفاخری، ای کاش زودتر از این منو در جریان شاله شوله ها میذاشتی. چرا؟ آقای خواستار، من فقط اوضاع احوال اون طرف رو باید درست میکردم. این برو که بابا سپرده بود دست شما. من فکر میکردم تکلیف حساب کتابون معلومه، تا این دفترها رو دیدم و بعد متوجه همه چی شدم. ای کاش من غریبه نبودم، شما با من از مشکلاتتون حرف میزدین و درد و دل میکردین. هرچند من واقعا دلم نمیاد که این روزای قشنگ شما رو خراب کنم. خیلی ممنون خانم مفاخری، ولی با این اتفاقی که میفته مطمئنم همه چی خراب میشه. شما نگران نباشین، من نمیذارم ضرر کنیم. نه، امیدوارم شما هم ضرر نکنید. من میتونم بشینم؟ خانم مفاخری، میشه به من بگید که مشکل شرکت فقط همین یه ماهه؟ یعنی ماه بعد حل میشه؟ پولو که بفرستیم طبق قرارداد اونا هم بار میفرستن. پول که امروز صبح از حساب برداشته شد. منو تعقیب میکنید؟ نه، این چه حرفیه؟ وقتی چک سنگین میره بانک طبق روال کارمون اونا زنگ میزنن با من چک میکنن، یعنی در جریان میذارن منم. اون پولو که فردا واریز میکنم اون طرف، البته اگه بقیهش جور شه. سلام خانم مفخری. سلام. مرکه خوبی دارین؟ حیفه این مرکز هم بکوبه. یه پیشنهاد بهتون میدم، مرکه از شما ساخته، از ما 50-50. البته این به نفع شما هم هست، الان نقدینگی تو بازار کمه. ببینین اگه به دل من باشه، من اصلا دلم نمیخواد اینجا رو بفروشم. اگرم دارم این کار میکنم برای اینکه پول نقد لازم دارم. اگر خریدار نیستین من مشتری دیگه پیدا کنم. میتونم سندش رو ببینم؟ اونجاست، بفهمی. خانم مفاخری، داری خونه رو میفروشی؟ میفهم می خریداره میخوره و پول اون طرف رو جور کنم بخشم. خانم دنیا مفاخری، درسته؟ بله، سند به نام خودمه. من با اجازتون مرخص میشم. خداحافظ. شما آقای خواستار، اگه شرایط همون جوری که من دوست دارم پیش بره، شاید بتونم پول شما رو جور کنم. منظورم اون 500 میلیونه. البته اگه اینجا فروش بدیم.
امیدوارم که همیشه باشه. با اجازه. یه دقیقه میده خانم من یواشه که صدا کنی بگی بیاد اینجا من کارش دارم. باشه خانم جهانی، خانم جهانی، آقاتون اومده. گفتم یواشه که به کارتون برسین، به کارتون برسین. شما سلام. سلام، حسابی مشغولی؟ آره آره، طرف همون پروژه‌ای که بهت گفتم کار می‌کنم، همون محبت بازی بچه‌ها و خانه سالمندان و آره این واقعا من فکر می‌کنم خانه سالمندان به محبت بازی بچه‌ها نزدیک باشه خیلی رو روحیه‌شون تاثیر می‌ذاره دیگه، اصلا حالشون خوب میشه. آره ان شاءالله حال همه همیشه خوب باشه. حالا یه دقیقه خودت چشتو ببن، چشتو ببن. بیا چی می‌شنوی الان؟ صدای ضربان قلب توه. چرا تو مسخره ای آخه؟ من برم وسایلم و بردم بریم استالا. نگاه نگاه نگاه، میشه بزنیم برای فردا؟ حمید 20 روز دیگه عروسی مونه، باید بریم بیانه تالا رو بریم، پر میشه. ببین من قول میدم فردا اگر از آسمون سنگم بباره حتما این کار رو انجام بدم. ببین امروز یه وقتی من گرفتارم، الان حساب کتابی شرکت با خودم آوردم تو ماشین، میخوام برم خونه انجامش بدم. یه ذره سرم درد میکنه. اتفاقی افتاده؟ نه نه بابا، برای همین حساب کتاب از یه ذره گیجم، بعد حتما انجامش بدم. باشه؟ باشه دیگه، من اصلا دلم نمیاد که اینجوری بریم واسه تالا. دست درد نکنه، فقط ببین یه کاری کن، از بابات هم عذرخواهی کن، امروز اومده بود شرکت، من ندستم درستایی ببینمش، بهش برسم باش حرف بزنم. بابا امروز اومده بود شرکت؟ آره برای ماهیانش، منم سریع پرداخت کردم. من نمیدونم این ما چه اتفاقی افتاده که اینقدر رو ماهیانش حساس شده دیگه. تو سرت واسه همین درد میکنه؟ نه بابا چه حرف میزه، همه باقی سریع ریختم به حسابش. بیا این از توی آلبومتون افتاد. اگه آلبوم آورده بود با خودش؟ آره آلبوم به چه بزرگی آورده بود، از بچگی تا الان تو قشنگ برای مرور کرد، همه رو بهم گفت. نگاه پس من برم؟ تو قول فقط یادت نرو، قول میدم صد درصد. به من یواشکی بیرم میدم. باشه خدا حافظ. خدا ممنون، دوباریم پایی. نگار جان، چیزی شده؟ نه چیزی نشد. میتونی بری بالا سر کارگر رو؟
دیدیش، بهش گفتی، قبول کرد، گفت خودم میگم به نگار. نفس بده زن بزن من از را برزن. علیکی سلام. سلام. آخه قلبم داره دهنم میاد بیرون، زودتر بگو چی شد. بابا نشستیم مثل دوتا مرد چیک تو چیک، فیس تو فیس، رو در رو با هم دیگه صحبت کردیم، شرایطش فراهم نشد، یعنی یه جوری شد که نشد با هم دیگه حرف بزنیم. همین؟ یعنی از صبح تاله بی خود رفتی؟ نه بابا، بی خود بی خودم نبود. خب بیچاره خب اولش کار داشت، بعدش هم کار داشت. یعنی چه؟ اولش کار داشت، بعدم کار داشت، اما نشستین چیک تو چیک، فیس تو فیس با هم حرف زدین، دو ساعت حرف زدی، نتونستی دو دقیقه بهش بگی؟ هیچی نفهمیدی؟ چرا؟ فهمیدم تو آسانسور بسات خالجوش برقرار. بسات خالجوشو من میخوام چیکار؟ به حمید چی گفتی؟ اون جواب چی داد؟ بابا وقتی که به من میگه تمام شرط و شروطتون رو قبول کردم، تن دادم، پذیرفتم، فقط به خاطری که تو پدر نگاری و اگه نبودی هیچ کدوم رو قبول نمیکردم، میخوام ببینم تو جای من بودی چی کار میکردی؟ ها؟ یعنی هیچی به هیچی؟ یعنی میدونی؟ البته خب یعنی هیچی به هیچی که نه. خب به هر حال ما صبح رفتیم و الان هم که برگشتیم نتیجه اش بازی زدیم شده که ما امروز از ورزش افتادیم. حالا یه روز ورزش نکنی میمیری؟ ورزش غذای روحه بابا. حالا ولی این حرفا کن، نهار چی داری بده بخوری؟ من یه نمیگی ورزش غذای روحه، برو همونو بخور. چی میگی تو؟ تو چرا اومدی اینجا نشستی؟ خونت ویلایی نیستش که از دیوار بپرم برم تو. کلید ندارم، پشت در موندم. بابا آخه مدادم از مغزش استفاده میکنی، تو چرا اصرار داری آکبند بمونه؟ ای تو کلید داره دیدی پشت در، بعد راتو کشتی اومدی بیرون، کلید برنش به خودت بیاری، بعد فکر نکردی چجوری میخوای برگردی بری اون تو. آدم وقتی از در میاد بیرون در پشترش میبنده. خوب بود در وامیزشم دوز میامد همه اساساتو جمع میکرد. آدم وقتی داره میاد بیرون باید فکر برگشتش باشی یا نه؟ اون آدم از کجا خبر داشتش که این آدم تمام کلیدا رو انبار کرده تو خونه؟ به خاطر اینکه این آدم فکر میاد یه آدم اونجا هست که قرار نیست راشو بکشه بیاد بیرون بشینه. خب اشکال نداره بیاری زنگ سرایدارو بزنم در رو واکنه بریم تو. خدا تو رو خدا قادر جون رو اعصاب من راه نره. تو که مشکلات من نمیدونی که. داداش من زنگ سرایدارو میذارم، تو نمیخوای. بابا آی کیو که کلید واحد بالا رو نداره که. آها بیا بشین بریم. کجا میبریم منو؟ کنفرانس تفکرات برجسته. کجا میریم؟ بریم دنبال عمو پرویز بیاد قفل به زندگی من زدی رو باز کنه. اه اه اومده بیرون کلید رو خودش نیاورده. آخه تو آدمی؟ حرفی هستم. آقا دیدمش، جبش بوشید. آقا حمید، آقا هایستا، آقا رفت. اصلا این متوجه این افکار من نمیشه.
بابا سلام، مواظب باش چیکار داری میکنی؟ سلام بابا جون، خوبی؟ بابا دارم لحیم کاری میکنم با اجازه. چی شده رو زود اومدی؟ خدافز. کجا داری میری؟ خودت میگی چرا زود اومدی؟ برم دیرتر بیام میگه. خود دلست نکن. من قرار نبود تو امروز با حمید بریم برای هماهنگ تالار رو چک دادن اینجور چیزا. نه بابا، حمید یکم ناخوش بود، دیگه انداختیمش برای فردا. مادر سلام، حمید چش بود؟ نمیدونم والا، فکر کنم بابا بهتر بدونه. من بابا نه دکترم نه علم غیب دارم، نه اینکه حمید داره ویزیت اومده پیش من. چرا از من؟ اون نیومده پیش شما ویزیت، اما مثل اینکه شما زحمت کشیدین رفتین امروز شرکت ویزیتش کردین دیگه. نفهمیدم چی میگی تو دکتر؟ من رفتم شرکت پول این ماه از حمید بگیرم؟ من یه نه دلمه؟ بله بفرماینم شاید از خیلی. خب حتما به خاطر همین حالش بد شده دیگه. مادر اون که نمیخواد پولو پرداخت کنه، شرکت پرداخت میکنه. تموم شد. من اگه 100 سالم هم بشه باز بچه شما. اما شما چرا فکر میکنین که من عقلم هم اندازه یه بچه مونده؟ بابا جون، شما کی پاشدی رفتی شرکت پول ماهیانه گرفتی که این بار دومت باشه؟ مگه هر ماه خودشون نمیریزن به حسابتون؟ چرا؟ بعدم ماما، یادتونه بابا گفته بودش که دم عروسی اگه حمید نمیدن مشکل مالی داشت یه درصدی از این پول ماهیانه کمکش میکنه؟ بله. این هم شاهد از غیب. اون وقت شما پاشدی همین ماه که حمید اینقدر تو فشاره رفتی صبح اول وقت بودو بودو انگار میخوای بری آزمایشگاه ناشتا که چی پول ماهیانمو بده. خب بابا این درسته؟ وایس بابا جون، حرف زدی وایس، جواب تو بگیر. خانم من امروز قبل از که برم بیرون صبحونه خوردم یا نه؟ چرا صبحونه خورد؟ تازه روزای قبلم بیشتر خورد. دیدی؟ پس ناشتا نبودم. بعدش هم از قدیم گفتن حساب به دینار بخشش به قربان. اگه قرار باشه حمید به خاطر که من رفتم پیشش پولمو بگیرم ناراحت بشه که خیلی زپرتیه. فرد دقی به توقی بخوره بهش بگی والله چشت ابروه. چیکار میکنه؟ قش میکنه. باید ببریش اورژانس سه روزم بازار استعلاجی بگیری. بابا مرد باید تو زندگیش مرد باشه. مردی که مردی اصلا مرد نیست. باید سینه سپر کنه. یه جوری که نمیشه زبردی دست بیش بیده یک قمصورش در بره. خیلی خب بابا، تم هرچی عیب بود گذاشت رو بچه مردم. بابا این بچه مردم که میگه قرار دوماد من بشه، قرار من این دخترم رو بسپارم دستش. من اگه الان بالا پایینش نکنم، زیر روشو نکشم بیرون، فردا که ای رفت خونشون دیگه کاری از دست من ساخته نیست. بابا گوشت تنم زیر دندونشه، باید یه گوشه بشیرم خفه خون بگیرم. شما تاج سرین، همیشه هم به گردن من حق داری. اما آخه بابا چقدر زیر روشو میکشین؟ آخه یکم هم به حمید اعتماد کنی. من دخترتونم، تنها بچه‌تونم، ولی همچی آش دهنسوزی هم نیستم. اتفاقا پاسوزتم چون دهنسوزی؟ اونم در حد اورژانس سمانه سوختگی دخترم. تازه مگه این براش بد شد؟ من اگه سخت نمی گرفتم این صاحب خونه و زندگی و ماشین حساب می شد. خانم تو بگو وجدانن این پسر روزی که اومد اینجا شرایطش این بود؟ نه والا خب اینجوری نبود، راست میگه. دیدی؟ اینم شاهد است که دیگه چی میگی؟ باش، حق با شماست. فقط لطفاً نزدیک عروسی چیزی به حمید نگید. لطفاً. هم حمید میدونیم که شما اندازه همه پدر مادرها، حتی شاید بیشتر از اونا واسه من زحمت کشیدید. با هزار تا نذر و نیاز صاحب یه دختر شدین که الان هم دارین این دختر دو دستی تقدیم اون میکنین. خب اونم چون اینا رو میدونه داره به هر دری میزنه که رضایت شما رو بگیره دیگه. الان هم که به قول خودتون هر شرطی که گذاشتین رو مهیا کرده.
دیگه نشون دادن عکس و شخم زدن گذشته لازم نیست. از وقتا لازم آدم گذشته رو شخم بزنه. به هر حال هر کی باید بدونه کجا به کجا رسید. بچه جون مگه من نلبندتم اینجا داری منی نگاه میکنی؟ بیا برو اون ور ببینم به کارم برسم. تو کی سلام میدونم مغزت استفاده کنی؟ داری کار میکنی، بیا این ور. من نمیدونم، من زندان بودم، شما به کی گیر میدادی نوصلتون سر نره؟ بابا بشین دیگه. ببین با این اتفاقی که افتاد یادت باشه من هیچ وقت یادم نمیره. میگی زمان بگذری یادت میره. بذار من یه جفبا برم تو صورت این ببینم یادش میره یا نه. عمو غلط کرد، جوونی کردش. ببین شانس در خونت زد عمو پرویز اومد، بله من میدونستم. کدوم شانس؟ شانس هم بیاد که در نمیزنی، یه پاره سنگ من میده صاف میزنه تو پیشونی. ببند اون حنجرتو، به جای این یابگویی ها بلند شو یه دو تا ضربه بزن ببینم این در باز میشه. قفلش باز شده. نوکرت هم فیزیکی؟ نه خیر، روحی. نمیخوام بمشه، اینا رو بگیر خودم میرم. باش سمی جان، عمو قربونت برم. ببینم کار داری به من بگو دیگه. بابا من کاری باش نداشتم، میخواستم جایی دیلم ازش صحبت کنم. خیلی خب، الان من باید چیکار کنم؟ الان بفروش باز شدم. تو باید یه ذره مورد دستت باش یا باش بگیم باش بگیم باش هیکلتون تکی هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. ببین شب دارم برش. سلامتی مادر ما رو سپرده بود دست شما ها که یه رسیدگی خاصی بکنید. رسیدگی که نمی کنید یه چیز ما سو آزمم گرفتیم. این نون و پنیر رو گرد، نون و پنیر رو گرد. افسرت هم زیاده، ما تو رو تعمیر گرفتیم، گارانتیت که نکردیم. لازم اون برنده های معروف یک سال فوقش گارانتی میکنه. تو که بانجوری گارانتی نداری. صدای اونو کم کن. نه، همین دوست ندارم، نه. مایی هم هست، یه مایی بخور. نه، قرمت برم، میخوام برم زود بگیرم، بخوام بیدارشم کارمارم رو انجام بدم. صدای اونو کم کن. علی، من رو تنها نذارم، من با این بونجور نمیمونم. اما زودتر غذا تو بخور، بیا برو تو اتاقت بگی بخواب که سردرد نشی، دوباره خودت هم اذیت شی. باش همو جون، تو هم صدای اونو کم کن. مگه نگفت صداشو کم کن؟ دهنت پره، گوشت هم پره. باشه برای صدای تلویزیون کم کن، بلند شو. اخبار ناسنوایان که نیست دیگه، دارن پانتومین بازی میکنن. بعد این بازی تمام شده، کار نمیکنه. من اصلا نمیفهمم اون پدر خدا بیامرزت وقتی تو به دنیا آمدی اسم تو گذاشت قادر، چه توانایی در تو دید؟ واقعا متاسفم، واقعا متاسفم، واقعا متاسفم.